سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این جلسه میخوام چند تا نکته اساسی بهتون یاد بدم که قبل از اینکه نقاشی با رنگ روغن رو شروع کنید باید حتما بدونید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. نکته اول اینه که برای شروع نقاشی با رنگ روغن حتما باید چند مدل قلمرو رو بشناسید و داشته باشید. یکی از اون قلمها قلمروی تخت هستش. قلموی تخت برای پر کردن سطوح کلی و اولیه کار استفاده میشه. بنابراین باید برای شروع کار حتما قلموی تخت بزرگ یا قلموی 2 سانتی یا 5 سانتی داشته باشید که بتونید سطوح بزرگ رو خیلی راحت رنگ کنید. قلموی گرد قلموی هستش که برای اینکه بخواید جزئیات رو کار کنید خیلی کاربرد داره. و برندهایی که میتونید استفاده کنید برای قلموی گرد که قیمت نسبتا مناسبی هم داره، قلموهای مارک خرم و رهاورد هست که من خودم شخصه مارک خرم بیشتر توصیه میکنم. قلموی دیگه که میتونید استفاده کنید قلموی باد بزنی هستش که برای کشیدن برگای درخت ها توی منظری که از دور درخت ها رو میذارید خیلی کاربرد داره. که این قلم هم میتونید از لحاظ تحویلی های مختلف بگیرید، همه جا هست و قیمت مناسبی هم داره. همون برندی که بهتون گفتم، خرم یا رهاورد یا پارس. نکته دومی که قبل از شروع نقاشی با رنگ روغن باید بدونید اینه که از چه پالتی استفاده کنید. بهترین پالتی که میتونید ازش استفاده کنید پالت شیشه ای هستش. میدونید که ما دو مدل پالت داریم، پالت تخت و پالت تخم مرغ. پالت تخم مرغ برای گواش استفاده میشه و برای رنگ هایی که رقیق هستن، و پالت تخت برای رنگ هایی مثل اکریلیک و رنگ روغن استفاده میشه. بهترین پالتی که استفاده میکنید شیشه ای باشه که ترکیب رنگ ها خیلی راحت روش مشخص باشه و بهتر بتونید تشخیص بدید. نکته سومی که قبل از شروع نقاشی با رنگ روغن باید بدونید اینه که باید رنگ روغن رو جای کار کنید که تهویه مناسب داشته باشه. حتما توی اتاق جداگانه ای سعی کنید که کار کنید از بقیه، و اتاق جداگانه ای از محل خوابتون باشه و حتما پنجره داشته باشه که پنجره رو باز بذارید تا اون بویی که مواد رنگ روغن و مدیوم هاش داره ریه شما رو اذیت نکنه و آسیبی به سلامت شما نرسونه. و اما نکته چهارم اینه که موقعی که میخواید با رنگ روغن کار کنید حتما باید از دستکش استفاده کنید. برای اینکه خب هم دستتون بو میگیره و بعد از اینکه بشورید بوش به این راحتی ها نمیره، و دوم اینکه به پوستتون آسیب میرسونه، چون که وقتی دارید با رنگ روغن کار میکنید باید با تینر و تربانتین و روغن بزرگ کنید و کار کنید که اینا ممکنه که به دستتون آسیب بزنه. بنابراین بهترین حالتش اینه که از دستکش استفاده کنید، و اگر که با دستکش راحت نیستید میتونید از دستکش های نامرئی استفاده کنید که توی بازار موجوده، میتونید بگیرید و راحت استفاده کنید. پنجم اینه که وقتی که دارید با رنگ روغن کار میکنید برای رفع کردن رنگتون بعد از روغن مدرک استفاده کنید، و برای اینکه بتونید قلمهاتون رو بشورید و یا بتونید رنگتون رو زودتر خوش کنید که دوباره بتونید روش کار کنید بعد از خوشکن استفاده کنید. خوشکن یه ماده ای هستش که وقتی که با رنگتون قاطی میکنید باعث میشه که زود رنگتون خشک میشه و فضا و صفحه آماده میشه برای اینکه بتونید رنگ جدید رو روش بذارید. نکته آخر که خیلی مهمه و حتما باید رعایت بکنید اینه که بعد از استفاده از قلمو حتما قلمتون رو درست بشورید. برای شستن قلمو میتونید از تربانتین، بنزین یا نفت استفاده کنید. هر کدوم از این 3 تا مواد میتونه قلمو خوب تمیز بکنن. اما بعد از اینکه قلمتون رو شستین حتما با آب داغ و موی ظرفشویی هم یه دور دیگه بشورید و مطمئن شید که حتما خشک شده تا برای دفعه بعد که استفاده بکنید آماده باشه. خب امیدوارم که تا اینجای ویدیو با من همراه بوده باشید و این نکاتی که گفتم به دردتون بخوره. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و باقی ویدیوها رو ببینید. تا یه جلسه دیگه، خدا نگهدار.